توی این ویدیو میخواییم با یکی از قشنگترین آهنگای کیتی پری کلی مطلب جدید یاد بگیریم. کلمه دف یعنی ناشنوا، کر. حالا توندف یعنی چی؟ توندف یه صفته و به کسی میگن که گوش موسیقی خوبی نداره، خیلی نمیتونه نوت‌ها رو از هم تشخیص بده. اما توندف یه معنی دیگه هم داره که اینجا توی شعر استفاده شده. به کسی میگن که نسبت به مشکلات بی‌اعتناست، نسبت به شرایط اجتماعی بی‌تفاوته، چشم و گوشش رو روی مشکلات بسته. Many politicians are tone deaf to the anxieties of the voters. بسیاری از سیاستمداران نسبت به نگرانی‌های رأی دهندگان بی‌اعتنا هستند. And Democrats had to do the same thing or they would have seemed to be tone deaf to people's worries. And Democrats had to do the same thing or they would have seemed to be tone deaf to people's worries. توی آهنگ چی گفت؟ Are we tone deaf? آیا ما نسبت به مشکلات بی تفاوتیم؟ اینجا در واقع فاعلمون وی بوده که حذف شده. خیلی وقتا توی شعر و آهنگا فاعل رو حذف میکنن. یکی از کاربردهای کیپ برای اینه که یک فعلی رو بخوای ادامه دار کنی، اول کیپ رو میاری و بعد اون فعل رو با آینجی میاری. مثلا میخوام بگم به تمرین کردن ادامه بده. تمرین کردن فعلش میشه practice. پس باید بگم keep practicing. Keep practicing. یا من به تلاش کردن ادامه میدم. I keep trying. I keep trying. So I keep trying. So I keep trying. حالا اینجا فعلی که بعد از keep اومده فعل sweep هست، یعنی جارو کردن. مت هم یعنی پادری. اگر بخوایم لغت به لغت معنی کنیم باید بگیم که ما داریم به جارو کردن اون زیر پادری ادامه میدیم. اما sweep it under the mat یک اصطلاحه. حالا خیلی وقتا به جای mat که به معنی پادریه از carpet یا rug استفاده میکنن که معنی فرش میده. به معنی لاپوشونی کردن، لاپوشونی کردن، قایم کردن، ماست مالی کردن. پس we keep sweeping it under the mat یعنی ما به لاپوشونی کردن ادامه میدیم. ما به قایم کردن مشکلات ادامه میدیم. No, you are saying that we should sweep it under the carpet. No, you are saying that we should sweep it under the carpet. He just sweeps it under the rug. He just sweeps it under the rug. اینجا هم فاعلمون I بوده که حذف شده. I thought we could do better than that. Thought گذشته فعل think هست، به معنی فکر کردن. Could هم گذشته فعل can هست، یعنی تونستن. وقتی به این نفر میگین you can do better than that میخواییم بهش بگین که انتظار بیشتری ازت میره، توقع بیشتری ازت هست، یا بهتر از اینها میتونی انجامش بدی. You can do better than that. You can do better than that. You can do better than that. Thought we could do better than that. فکر میکردم بهتر از اینها ازمون برمیاد. فکر میکردم کار بهتری میتونیم انجام بدیم. I hope we can. امیدوارم که بتونیم. کلمه can رو تلفظشو گوش کردین؟ نمیگه can، میگه can. Comfortable یک صفته و به معنی راحته. تلفظشو گوش بدین. Comfortable هم یعنی حباب. Bubble. So comfortable we living in a bubble. انقدر راحتیم که داریم توی حباب زندگی میکنیم. این انقدر راحتیم که توی زبان انگلیسی ساختاره. So به اضافه صفت به اضافه that. حالا that رو میتونی بیاری میتونی نیاری، انتخابیه. مثلا میخوام بگم انقدر بیرون هوا گرم بود که تصمیم گرفتیم بریم شنا کنیم. It was so hot outside that we decided to go swimming. یا انقدر فیلم خنده‌دار بود که نمیتونستیم جلوی خندمون رو بگیریم. The movie was so funny that we couldn't stop laughing. The movie was so funny that we couldn't stop laughing. Trouble یعنی مشکل، دردسر. So comfortable we cannot see the trouble. انقدر راحتیم که نمیتونیم مشکل رو ببینیم. Your rose colored glasses on and
قبلا توی این ویدیو 10 تا از مهمترین فریزال ورب های فعل پوت رو بهتون گفته بودم. فریزال ورب پوت آن برای پوشیدن لباس، پوشیدن کفش، زدن عینک یا چیزای شبیه به این استفاده میشه. روز کالر گلاسز هم یعنی عینک خوشبینی. کنایه از این داره که همه چیز رو بهتر از اون چیزی که هست ببینی. مثلا میخوام بگم من دنیا رو با عینک خوشبینی میبینم. I'm seeing the world through rose colored glasses. 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 He's seeing all of this through rose colored glasses. He's seeing all of this through rose colored glasses. پس یه بار دیگه آهنگو گوش بدیم. So put your rose colored glasses on and party on. پس عینک خوشبینیت رو بزن و به مهمونی ادامه بده. Party on یه اصطلاح محاوره‌ایه، یعنی به مهمونی ادامه بده، مهمونی رو بتره کن. Party on. Party on. Party on. Turn something up به معنی زیاد کردنه. زیاد کردن صدای تلویزیون، صدای آهنگ. Distortion هم یعنی کج و موج، کج و کله. به معنی تحریف یا تغییر هم هست. The distortion of the facts. تحریف حقایق. The distortion of the facts. Turn it up. صداش رو زیاد کن. It's your favorite song. این آهنگ مورد علاقته. Dance to distortion. این رو این شکلی میشه معنی کرد که کنایه از این داره که با تحریف برقص. با تحریف همراه شو. میخواد بگه جامعه تمایل به نادیده گرفتن مشکلات داره یا از مشکلات یا مسائل مهم منحرف میشه و ترجیح میده که سرگرم شه. استانبول هم معنی لغزیدن میده، هم معنی تلو تلو خوردن. wasted هم به معنی تحلیل رفته و نحیفه، هم به معنی مست و نشه. turn it up صداش رو زیاد کنید. Keep it on repeat. بذاریدش روی تکرار. آهنگ رو روی تکرار بذارید. Stumbling around like a wasted zombie. مثل یه زامبی مست، مثل یه مرده متحرک مست و نشه این ور اون ور تلو تلو بخورید. Yeah, we think we're free. آره ما فکر میکنیم که آزادیم. Drink, this one is on me. بنوشید، این یکی مهمون من. وقتی میگین something is on me یعنی فلان چیز مهمون من، فلان چیز با من. مثلا میخوای بگی نهار مهمون من، lunch is on me. یا نوشیدنی ها با من، نوشیدنی ها مهمون من، drinks are on me. drinks are on me. حالا شما بگین شام مهمون من، drinks are on me. drinks are on me. کلمه چین در حالت اسمش یعنی زنجیر، در حالت فعلش یعنی زنجیر کردن. ریدم هم یعنی ضرب آهنگ، همون معنی ریتم رو میده. We're all chained to the rhythm. همه ما به ضرب آهنگ زنجیر شدیم. اگر این ویدیو براتون مفید بود حتما لایکش کنیم و برای دیدن آموزش‌های بعدی کانال منو سابسکرایب کنیم.